سلام و عرض احترام من مهدی آقا زمانی رو بپذیرید. در چهار گوشه عالم، خصوصا در سرزمین داغدار ولی سربلندمون ایران سرافراز، که این روزها در غرب این سرزمین پهناور در کرمانشاه همیشه قهرمان و در میان مردم خوب کرد زبان ایرانی بی هیچ تردیدی غصه و غم جای شادمانی رو گرفته. زمینی که لرزید و دلهایی که لرزاند و کشته های بیشمار که زیر تلی از آوار به جا ماندند و درد و اندوه و اسف که برای سرزمین مادریمون به همراه آمد و پرده تازه از بیلیاقتی، بیتدبیری، سوء مدیریت و هزار و یک درد و گلایی ناگفته و گفته از رفتار مقامات رژیم اسلامی در ایران که بی هیچ تردیدی به اشغالگرانی میمانند که سرزمین مادری ما رو زیر چکمه خود به اشغال گرفتند. در حقیقت آنچه این نابخردان با جان ایران کرده اند تا به اون اندازه ترخ و زبان قاصر از بیان دردی که امروز در سینه هر ایرانی با نگاه به تصاویر پرقصه رویدادهای تلخ ناشی از عدم رسیدگی به وضعیت زلزله زدگان غرب کشور شاهد اون هستیم و هر روز بیش از دیروز چشممون به جمال ناپاک آنچه که رفتارهای سخیف رهبران رژیم اسلامی است روشن میشه و چه افسوسمند که برخی در گوی سبقت رو بودن از هم در تملق و چاپلوسی از درگاه ولایتشون انقدر مشمئز کننده ملت ایران و جامعه ایران رو بیش از پیش تحقیر کردند و می کنند که اون سرش نپیدا. این سو هم در کوچه پس کوچه های غربت و بیکسی آنها که از لاف غربت داری دارند و بر اون سری بردار کردند هم گوی سبقت رو در تملق و گفتمان ناشایست از دیگران رو بودند و هر از گاهی به جهل و خسران بیش از پیش اندوه رو بر قلب مردم ایران رواج دادند. این همه رو عرض کردم تا چند نکته مهم رو در برنامه امشب با شما به اشتراک بگذارم و پس از اون همراه با شما و تلفن هاتون در این آخرین برنامه‌ای که در این ساعت از طریق تلویزیون اندیشه تقدیم حضور شما میکنم شنونده گفتمان خوب شما باشم و بیشتر البته پس از مقدمه کوتاه به مسائل مربوط به حوادث ناشی از زلزله برگردیم و با هم لب به گفتگو بکشاییم و حرف دل داغدار مردمی رو به زبان بیاریم که یک شنبه شب پیش تنشان لرزید، جانشان لرزید، غرورشان لرزید، عزتشان لرزید، اما شکوه تنومند بودنشان هرگز نخواهد لرزید. نخست اینکه همون جور که عرض کردم این آخرین برنامه حقیر در این ساعت از برنامه‌های تلویزیون اندیشه خواهد بود و پس از این سعادت رو نخواهم داشت تا در این ساعت شامگاهی به وقت غرب ایالات متحده آمریکا و در ساعت دیرگاه شامگاه به وقت شرق ایالات متحده همراه شما باشم. پس همین ابتدای برنامه از لطف و مهربانی 200 ساله شما خوبان که در طول این ایام مهربانی خود رو بی هیچ کم و کاستی به حقیر ارزانی داشتید و در پیچ و خم گفتمانها و گرفتاریها چه در دنیای مجازی و چه در بیان لطف هاتون روی خطوط تلفنی، چه وقتی تلفن های استودیو باز بوده، چه اون زمان که با همکارانم در دفتر تلویزیون صحبت کردید، من رو به محبت خود آراستید، قدر شناسم و میدونم که برنامه سازانی دیگر این ساعت رو به شایستگی پر خواهند کرد و صد البته بهره و منت بیشمار از کرده اونها نصیب همگان خواهد. نکته دوم که شاید به اندازه نکته اول مهم هست برمیگردد
به شاید حدود 10 سال پیش که من هم درست مثل شما، شما که همین حالا پای همین گیرنده تلویزیونی خودتون نشستید و این کانال تلویزیونی رو نگاه میکنید، من هم مثل شما بیننده پروپا قرص برنامه های تلویزیون های مختلف بودم و خصوصا تلویزیون های سیاسی در میون تلویزیون های متنوعی که از خارج از ایران روی آنتن های ماهواره‌ای به صورت 24 ساعته پخش میشدند، من رو هم مشتری خود داشتند. در همه این سالها مردان و زنانی نیکوصفت، خوشگفتار و با بیانی سرشار از آگاهی رسانی روی همین آنتن‌های تلویزیونی ظاهر شدند و گفته‌هایی بسیار نغز و محترمانه رو با مردمی از بهترین جنس مردم دنیا، یعنی مردم سرزمینمون ایران، که من نوعی هم در اون مقطع و همین حالا هم حتی یکی از این تبار 70 و چند میلیونی بوده و هستم و البته در اون مقطع بیننده این برنامه ها به اشتراک گذاشتند. آگاهی رسانی ها، روشنگری ها، گفته های بسیار بسیار با ارزش که در غیاب صدای آزاد در داخل رسانه های ایرانی شد سوسوی چراغ امید و رهایی برای ملتی که میخواست بداند. بسیاری از نکات در داخل ایران در طول چند دهه گذشته، خصوصا 3 دهه گذشته، که قدرتمندان جمهوری اسلامی بعد از قلع و قمع همه رقبا در دهه طلایی دوران امام که بیش از رنگ طلا به رنگ سرخ خون کشته شدگان در جبهه‌های غرب ایران و البته زندانیان اعدام شده در قلب ایران آغشته است، تا تونستند صدای مخالفان رو خاموش کردند، تا تونستند در رسانه‌های خودشون با تبلیغات گسترده کوشیدند تا همه چیز رو به نفع انقلاب و انقلابیگری به پایان برسونند، تا تونستند از روح الله خمینی، جلادی که دست کم من و تو که دوران زندگی او رو دیدیم و لمس کردیم، یک جلوه قدیس ربانی ساختند که در جماران می نشست و وقتی لب به صحبت باز می کرد های های گریه بود که اونها که پای منبرش نشستند انجام می دادند. گویی به راستی پیامبری نوظهور در ایران رخ نموده. در همه این دوران همه ی هدف رژیم اسلامی کار کردن روی مغز کودکانی بود مثل من که 10-12 ساله نشسته بودیم پای تلویزیون. روزهایی که خمینی دار فانی رو وداع گفت، ریغ رحمت سرکشید و جای خود رو به خلف بدتر از خودش سپرد. از سوی دیگه ما در همین دوران و درست 17 سال پیش در سال 2000 میلادی برای نخستین بار به جای صدای پرخشخش رادیوهای بی بی سی و رادیو اسرائیل که شاید از معدود امواجی بود که علی‌رغم رادیو آزادی و برخی دیگر از رادیوهایی که از قاهره یا بغداد صدایی را به فارسی منتشر می کردند، نخستین امواج تلویزیونهای ماهواره‌ای به سمت ایران راهی شد. از اینجا، این شهر زیبا یعنی لس آنجلس. اگرچه در سالهای قبل از اون گاهگداری نوارهای ویدیو می آمد که در اونها مراسم جشن نوروز با خوانندگان محبوب یا گاهی وقتها برخی برنامه های تحلیلی و سیاسی که در اون زمان از طریق برخی از برنامه گذاران مانند شاد روان، ایرج گرگین که کانال امید و بعدها امید ایران رو به اتفاق آقای ثابت ایمانی تأسیس کرده بودند و اخبار روز میگفتند و گاهی برنامه های تحلیلی داشتند، به واسطه نوارهای ویدئویی به بازار ایران میرسید، اما بیشتر مشتری ها به دنبال جشن و سرور بودند در غمکده‌ای به نام ایران دهه 1360 خورشیدی. گاهی ترانه گوگوش که از قبل انقلاب به یادگار مانده بود در قالب شوهای رنگارنگ، یا ترانه هایده که این سمت دنیا لب به خواندن باز می کرد در بزمی
با خواننده‌ای محبوب و ملی مانند ستار یا همخوانی‌های برخی از خوانندگان خوب لس‌آنجلس میشد مایه نشاط، عشق و وطن دوستی مردمی که جز مارش جنگ و نوحه عزا چیزی برای شنیدن در تمام روزهای دهه 60 نداشتند و نداشتند و نداشتند. این بود که دوران کودکی من درست وقتی 10، 11، 13 یا حتی 8 و 9 ساله بودم با همین زمان سپری شد. سرآغاز دهه 70 و رسیدن امواج رادیوهای 24 ساعته و تلویزیون‌های ماهواره‌ای به ایران سرآغاز تازه‌ای بود برای خیلی از ما مردم ایران که تازه چشممون به حقیقت باز می‌شد. آرام آرام صورت پا به سن گذاشته برخی از ارزشمندترین چهره‌های رادیو و تلویزیون رو می‌دیدیم. آرام آرام خطوط پیرسالی در چهره هنرمندان و خوانندگان و کوشندگان و سیاستمدارانی که صحبتشون و کلامشون زبان فاخر ادب، عشق، احترام، آزادی و خوشبختی بود پیدا می‌شد. آرام آرام چهره هایی هم میان مردم محبوبیتی 200 چندان پیدا می کردند. کسانی که بیش از یک دهه از گفتگو با مردم سرزمین خود محروم بودند و حق گفتگو با اونها رو نداشتند. در خلال سالهای دهه 70 بود که همین حضور پررنگ تلویزیون های ماهواره‌ای تحولاتی جدی رو در داخل ایران رقم زد. تحولاتی که برخی ها معتقدند وقوع اونها با به دوم خرداد و به قدرت رسیدن محمد خاتمی و تحولات و اونچه که سرمنشه برخی از اصلاح طلبی هاست پیوند خورده. اما به گواه حقیر در مقام یک جامعه شناس ایرانی بی هیچ تردیدی بخش عمده‌ای از این اصلاح طلبی که بعدها در قالب دوم خرداد به وسیله سید محمد خاتمی و یارانش به یغما رفت و در کانالی کاملا کنترل شده تا به همین امروز پس از 20 سال در محاق توقیف قرار داره و هدایت شده مورد استفاده حکومت در مقاطعی مانند دوره‌ها و کمپین‌های انتخاباتی قرار می‌گیره، ماحصل تحول رسانه‌ای بود که در لس‌آنجلس کلید خورد و به همت گروهی از دارندگان تلویزیون‌های 24 ساعته به ایران رسید. مردمی که حالا به غیر از انتخاب میان کانال 1 و 2 رادیو تلویزیون حکومتی ایران که یکی نوحه بود و دیگری مارش جنگ، میتونستند فرصتی پیدا کنند برای بوسیدن، برای عاشق شدن، برای دیدن هایده، همیرا، برای دیدن شهرام شب‌پره و ستار و داریوش و البته شنیدن برخی نقدها و نظرها و خبرهای دنیای آزاد که خدا بیامرز نورالدین ثابت ایمانی از پیشگامان بیان اون برای مردم ایران بود. با اینکه سالها بود اینجا در لس‌آنجلس دست کم تلویزیون‌های کابلی و کیبلی کار می‌کردند و فضای فعالیت با بودن برخی رسانه‌های محلی مانند رادیوهای محلی برای ایرانیان لس‌آنجلس طبیعی‌تر و عینی‌تر شده بود، اما برای مردم ایران این کورسوی تازه از راه رسیده شوق، امید و عشق و تعالی بود. آرام آرام نسلی در ایران پا گرفت که مثل من اگرچه دوران کودکی خود رو در محاق سیاهی تردید و سکوت و سرکوب دهه 60 گذرانده بود، اما به لطف دریچه‌ای به نام رادیو تلویزیون‌های ماهواره‌ای درست به سان شبنامه‌های قبل از انقلاب یا نوارهای کاست روح الله خمینی که سخنرانی‌های اون رو در زیرزمین مساجد تکثیر می‌کردند و بین مردم توزیع تا انقلابی به راه بیندازند، انقلابی به راه افتاد. انقلابی که به عنوان یک جامعه شناس اذعان میکنم دوم خرداد پیامد آن بود. پیامد این که دختر و پسر ایرانی نمیخواست به رهبر جمهوری اسلامی یعنی علی خامنه ای آری بگوید، پس به کسی رأی داد که به صورت کاملا کانالیزه برای کنترل این بخش از جامعه که من مهدی زمانی هم در مقام جوان 20 ساله در دوم خرداد 1396 بخشی از اون بودم،
طراحی شده بود و به بهترین نحو هم به اجرا گذاشته شد. 21 میلیون نفر در مقابل 7 میلیون نفر. مطابق آمارهایی که حکومت اعلام کرد، صحت و سقمش رو حقیر توان تایید ندارم. به همین اندازه و به همین روشنی که من درباره اهمیت رسانه‌های مهم به برون‌مرزی، کانال‌هایی که بعدها یک لقب لس‌آنجلسی پشتشون گذاشتند و کوشیدند با صرف هزینه‌های هنگفت اونها رو تخریب کنند، در ایران به پا شد. انقلاب عصر ارتباطات که نسیم خوشش رو در ایران میشد در سال 1374 و 75 حس کرد، وقتی دخترها و پسرها در دانشگاهی که من در اون درس میخوندم با هم صحبت از عشق میکردند، با هم حرف از احساس میزدند، با هم حرف از خوشبختی میزدند. نوروز برای اونها رنگ ترانه هایده و همیرا و ستار و مهستی و شهره داشت و نه رنگ دعای یا مقلب القلوب و یا گنبد طلای این امام و آن امام زاده. براشون لحظه سال تحویل پر از نور و شور و سرور بود، نه گریه و عذاب و ماتم و دست به تضرع و دعا بالا رفته. درست در همین سالها حکومت اسلامی حرکتی هدفمند رو برای تخریب رسانه‌ها به راه انداخت. به یک باره در میان چند رسانه خوب، معتبر و جایی برای کسانی مانند فریدون فرخزاد و خیلی های دیگه که هر کدامشان سری سودایی برای گفتگو داشتند و حرفشون حرف حساب بود و واو به واو کلامشون پر از معنا و مفهوم، مثل قارچ رادیو تلویزیون هایی سر از خاک برون آوردند که هر کدام دو روزی مهمان کیسه زردوز صاحبی بودند یا فضایی برای گفتگوی آدمهایی مانند حخاها یا کریمها. و چه بسیار ذهن من و تو از این پرگویان بیهوده گوی که مسیر امیدواری در ایران رو با آسیب روبرو کرد و به اساس مقاومت ملی ایران آسیب وارد کرد. گفتگوی اندیشه محور، گفتگوی فهم محور، گفتگوی مقاومت محور، گفتگوی اصالت محور ایرانی که حالا از لس‌آنجلس طراحی میشد و به گوش مردم ایران میرسید و با گوش جان آنان نیوش میشد، پر شد از زیادگویی ها، زشتگویی ها، بدگویی ها، اولدروم بولدروم کردن های تلویزیونی و قرار گرفتن برخی چهره ها که متاسفانه هنوز هم که هنوزه میشه برخی از اونها رو گوشه و کنار رادیو تلویزیون های مختلف دید. و باز در مقام کسی که علوم اجتماعی خوانده و به بس همین علوم اجتماعی اندکی هم روانشناسی پاس کرده، به شما میگویم که برخی از این چهره ها بیشتر از اینکه در مقابل دوربین یا پشت میکروفون بنشینند، نیازمند نشستن در مقابل یک روان پزشک هستند تا شخصیت‌های ملول و مریضشون واکاوی شه و دست از سر مردم ایران بردارند. ماجرا در دهه 80 خورشیدی تا به تشت رسوایی بسیاری از این رسانه‌ها و رسانه‌چی‌ها پیش رفت و هممون دیدیم که چگونه از مهلال یک حرکت زیبا و نفیس که از سال 2000 در لس‌آنجلس، از سال 1371 در ایران به راه افتاده بود، آرام آرام در دهه 80 خورشیدی با شکستی معنادار مواجه شد. در همین سالها ماشین ترور حکومت اسلامی که در تهران محمد مختاری و جعفر پوینده و فروهرها رو سلاخی میکرد، در خارج از ایران هم از دکتر شاپور بختیار گرفته تا زندگیات فریدون فرخزاد رو به سلاخی کشید تا زبان گویای رادیو تلویزیون ها و این موج تازه اندیشه ورزی در ذهن ایرانیان رو به خاموشی ببره. و
و افسوس می‌خورم که جای فروغ فرخزادها رو کسانی گرفتند که روزی به وقوع انقلاب افتخار می‌کنند و روزی به پابوس ملکی دوران پیش از انقلاب میرند. افسوس می‌خورم جای فریدون فرخزادها رو حقیری گرفتم که به اندازه نوک سوزنی از شعور و سواد و سیاست و درایت و عقل و هوش و شجاعت او رو با خود به پشت این دوربین نیاورد. بی هیچ تردیدی در این فضای آشفته و سرشار از درد و نکبت، بی هیچ تردیدی ای کاش همکارانم گوشه کوتاه از صحبت‌های فریدون فرخزاد رو آماده می‌کردند تا در خلال این بخش از برنامه و بخش بعدی اون رو پخش کنیم. حالا هر وقت که آماده کردند و به من هم اشاره کردند، من آنتن تلویزیون رو به دیدن بخشی از حرف‌های و گفته‌های فریدون فرخزاد وامی سپارم تا با هم یادی از قهرمانانی بکنیم که در همین رسانه ها جان خودشون رو از دست دادند. خلاصه کلام، انقلاب دیگری در راه است. عصر رادیو تلویزیون ها و عصر گفتمان رادیو تلویزیونی و تأثیری که رادیو تلویزیون ها در ذهن مردم ایران گذاشته حالا وارد مرحله تازه‌ای شده و بی هیچ تردیدی مردمی حالا آگاه که میخواهند صدای خودشون رو. خوب دقت کنیم، مردم دهه 70 و نیمه نخست دهه 80 که من از نسل اونها بودم و پای رادیو تلویزیون میشستم و از تلویزیون اندیشه و پارس و دیگر کانالها گرفته تا کانالهای سخیف و فکستنی همه رو مشاهده میکردم، خواهان دیدن و شنیدن بودیم تا بدانیم چون نیازمند به دانستن بودیم. اما امروز مردمی پای کانال‌های تلویزیونی می‌نشینند که از بی بی سی و صدای آمریکا گرفته تا اندیشه و دیگر کانال‌های موجود در گوشه و کنار چهار گوشه عالم، امروز از افغانستان گرفته تا ترکیه، تا دبی، تا اروپا، تا اینجا لس آنجلس و دیگر شهرهای دنیا برای ایرانی‌ها برنامه می‌سازند و 60-70 چه بسا بیشتر کانال ایرانی هست که به سمت ایران برنامه پخش می‌کنه، از موسیقی و فیلم و سریال گرفته تا برنامه‌های سیاسی. حالا مردمی پای این تلویزیون‌ها می‌نشینند که می‌خواهند صدای خود رو، تصویر خود رو، گفته خود رو و خواسته خود رو از زبان رادیو تلویزیون‌هایی که در آزادی تنفس می کنند بشنوند. خستند از گفتمانهای ناسیونالیستی، خستند از گفتمانهای کمونیستی، خستند از گفتمانهای مجاهدینی، خستند از گفتمانهای سلطنت خواهی. اونها صدای خود را از حنجره رادیوها و تلویزیونها می خوان. می خواهند بشنوند و ببینند که چگونه رسانه های آزاد هم صدا و هم کلام با اونها خواهان نگفتن به قدرتی هستند که برای 40 سال تکیه بر کرسی قدرت در ایران زد و همین امروز که من و تو با هم صحبت می کنیم تسمه بر گرده ملت ایران گذارده و تا توانسته عرق جبین از این ملت غم دیده برون کشیده و اونها را به آه و حسرت آلوده کرده. امروز مردم ایران که من هم یک نفر از اونها هستم، که تو هم یک نفر از اونها هستی، فقط و فقط میخواهند مردم صدا و تصویر خود رو ببینند. رسانه‌ای میخواهند که حرف اونها رو بزنه، نه اینکه فردی پرتمطراق یا افرادی پرتمطراق بشینند و خود رو برتر از مردم بدانند و انگشتشون رو برای مردم در تصویرهای تلویزیونی تکان تکان بدهند و فکر کنند که مردم گله گوسپندند. مردم فهم، شعور، درایت، آگاهی و البته آشنایی به مسائل روز رو به درستی در سرزمین هزاران هزار سالی ما ایران به دست آوردند و در سیاه ترین برهه تاریخ تمدن ایرانی، چه بسا در کل این اعصار ماضی تا به همین امروز، روشن‌تر از هر وقت دیگر پای رسانه‌های روشن خود نشستند. من به احترام این مردم
هرگاه احساس می کنم صحبتی برای گفتن ندارم، هرگاه احساس می کنم کلامم جز زایل کردن وقت اونها و گرفتن فرصت برای اینکه آنان که آگاهند و با شعور در مقابل اونها بشینند و به محضر این مردم درس پس بدهند، باید سکوت اختیار کنم و کرسی خالی، که چه بسا این مهم بر هر کرده دیگر با ارزش تر است. به یاد فریدون فرخزاد. هیچی را که زیاد ندیدید، بعضیشون اینقدر خوشگلن که شما دوست دارید زیاد ببینید. براتون یک شعر میخونم از خودم، از شعر بار قبل. خیلی استقبال کردید، خیلی متشکرم ازتون. من حالا شاعر هستم نیستم، برجد شعر میگم میخونم، مثل که آواز میخونم، فرق نمی کنه. زمان آینده است که ثابت میکنه کی قابل موندنه، ارزش داره و کی نمیمونه. باد بود آمد و رفت. اسم این شعر هست حرف من. مشکل نبود اول در عشق جان سپردن، چون عشق رفت از دست رفت آرزوی مردن. گفتم که زندگی چیست؟ گفتا یکی اشاره. گفتم که نیک باشد در ساعتش فسردن. ساعت روز و هفته چون ماه و سال گردند، سرگشته می تواند هر لحظه را شمردن. اینک که می فریبیم خود را میان بازی، بازی چه زمانیم در دام دانه خوردن. پرگار عشق بستیم تا در خمش بجوییم چیزی برای ماندن، دردی برای بردن. با آسمان بگویید مرغ بلند پرواز، میل غنودنش نیست در آشیانه من. پرواز او بلند است اما زمان درسی است، کس تیر شاهوارش چشمی نبوده ای من. ما را ببین و بگذر، ما باد باد پاییم، جان بر تو می سپاریم بر حسرت زمین. تن چون عشق رفت از دست میل کتابت آمد، اما دگر مرا نیست حرفی برای گفتن. ما را ببین و بگذر. وقتی حرف برای گفتن باشه، اینه فریدون فرخزاد. خانم ها آقایان، از اینکه بخش نخست برنامه امشب رو با من همراه بودید سپاسگزارم. اما در سرزمین مادریمون و در بحبوحه‌ای تلخ که بسیاری از مردم کشورمون خصوصا در غرب ایران از زلزله یک شنبه شب تن در درد دارند و لب به قصه باز کردند و در سرمای شبانگاهی و سحرگاهی مناطق سرد سیر غرب کشورمون در استان همیشه غرورآفرین کرمانشاهان تنهای خستشون رو به زمینهای لخت و کلوخالود می سپارند و هنوز از حداقل سرپناه که چادری باشه که اونها رو از باد یا بوران یا باران نگهبانی کنه محرومند، صحبت کردن از هر موضوع دیگری وقت تلف کردنه. در ایران عزیزمون علارغم زلزله‌ای که همین چند روز پیش غرب ایران رو به سخت ترین شکل ممکن لرزاند و تنهای مردم ایران رو با مرگ آشنا کرد، بیش از گذشته ساعتی قبل‌تر هم متاسفانه زلزله‌ای در کشور آذربایجان در مرزهای شمال غربی ایران رخ داده که بخش‌هایی از استان اردبیل در ایران و شهر اردبیل هم لرزیده و خانه‌های هم متأسفانه با خسارت‌های روبرو شده. هنوز تا به اکنون که تا به نیم ساعت قبل در حقیقت که من آماده حضور روی این آنتن تلویزیونی در سحرگاه روز جمعه به وقت سرزمین مادریمون ایران شامگاه پنج شنبه در ایالات متحده آمریکا می شدم، متاسفانه اطلاعات دقیقی از میزان خسارت‌های زلزله 58 ریشتری آذربایجان شوروی که استان اردبیل ایران رو هم به شدت لرزانده بود منتشر نشده. اما
زلزله 7.2 ریشتری در کرمانشاه و مناطق کردنشین غرب ایران دردها و دغدغه‌های بسیاری رو به همراه آورد. اولا که تلفن هامون بازه، تمنا میکنم از همه بینندگان و همه عزیزانی که از الان روی این خطای تلفن میان، ما میخوایم در این لحظه احتمالا بیشتر بینندگانی که با ما تماس میگیرند کسانی هستند که از ایالات متحده آمریکا با ما در ارتباط قرار میگیرند. تقاضا اینه با مردم داخل کشورمون، با زلزله زدگان، با اونها صحبت کنیم. نمیخوایم در مورد برنامه‌های تلویزیونی، خداحافظی حقیر کمترین از این ساعت برنامه‌های تلویزیون و دیگر مواردی از این دست گفتگو کنیم. مهم اونان که تو ایرانن. ماها وظیفه‌مون اینه که زبان و صدای اون افراد باشیم، هموطنان عزیزمون که ولی نعمت ما، صاحب ما، و ما باید اگر در دنیای آزاد زندگی میکنیم و دغدغه وطن داریم، بیش از این که دغدغه خاک وطن داشته باشیم، دغدغه هم وطن داشته باشیم. لور، کرد، بلوچ، آذری، فارس، مازنی، گیلک، اهوازی، خوزستانی، بوشهری، یزدی. همین امروز آتشکده یزد فروش 3 روز از بلیط‌های آتشکده استخر رو که مردم برای بازدید میرن اونجا هدیه کرده به زلزله زدگان ایرانی. بنیامین نتانیاهو اولین رهبر دولت خارجی بود که مسئله مربوط به زلزله رو تسلیت گفت و اعلام کرد که دولت اسرائیل آماده است از طریق صلیب سرخ جهانی کمک‌های بلاعوض خودش رو در اختیار زلزله زدگان ایرانی قرار بده. هنوز آخر هفته ایم، جمعه است، اول هفته، یک شنبه شب زلزله آمده. نه بشار اسد، نه سید حسن نصرالله، نه اسماعیل هنیه، نه خالد مشعل، نه هیچ فرد دیگری از فلسطینی ها و لبنانی ها و سوری ها به مردم عزیز کشورمون تسلیت نگفتند. کمکشون بخوره تو سرشون. وقت برخی ها کاسه داغ‌تر از آشند برای فلسطینی ها، نه در ایران و حکومت ایران و روز قدسا، تو رسانه های خارج از کشور. تو اون جاهایی که میشینن و مخالفان آقای بشار اسد رو شورشی معرفی میکنند. اونایی که نوه خانی بلدند، فرقی هم براشون نمیکنه بالای منبر باشن، تو مسجد ارگ تهران یا تو تلویزیون باشن در لس آنجلس آمریکا، میخواهن نوه بخونن واسه غزه. هیچ کدومشون از رهبران کشورهای عربی و مسلمان منطقه ظرف 24 ساعت بعد از حادثه مسئله مربوط به دردمندی مردم ایران و کشته شدن بیش از 1000 نفر از هموطنان من و تو، بی خانمانی 10000 هموطن من و تو که در بسیاری از خبرهای رسانه‌های داخلی حکومت و بوغه‌های خارجیشون هم سانسور میشه و اعداد رو محدود منتشر میکنند، حاضر نشدند به مردم ایران تسلیت بگن. کجاست تسلیت آقای بشار اسد؟ چند میلیون دلار سرمایه ما، چند بیلیون دلار، میلیارد دلار سرمایه مملکت ما توی همین سالها در سوریه برای بقای اسد خرج شده. چقدر پول ما خرج کلفت شدن گردن شیخ حسن نصرالله شد؟ وایساد جلوی تلویزیونهاش از نیامدن سعد حریری گفت، اما حتی حاضر نشد به مردم ایران یک تسلیت خشک و خالی بگه. تلفن هامون پره، من میخوام شما صحبت کنید، برای همین من کمتر حرف میزنم. ببخشید، برمیگردیم به خطوط تلفن. شب شما به خیر، همراه من مهدی زمانی هستید در این برنامه. آقا تا همینگی به خیر، هستم خدمتون که این مطلبی که شما فرمودین راجب این اتفاقات واقعا تاسف آوری که در زلزله اونجا اتفاق افتاده. ببینید، یه طرف قضیه هم اینه که ما 5-6 میلیونی های خارج از کشور با توجه به شناختی که داریم، حالا چه از مسائل سیاسی که تحت حکومت این خلافت شیطانی ملاها در ایران اتفاق میفته، یه طرف اون قضیه هم اینه که به هر حال این اپوزیسیون خارج از کشور، حالا شکل ناهمگونش هم مثلا راجب این زلزله اخیر که به لحاظ زمان مکان عرض کنم خدمتتون که شدتش و ماهیتش حتی
یه مقدار زیر سواله و کارشناسا هنوز دستی نداشتن که به ماهیت واقعی این قضیه پی ببرن. در کنار این صحبت های شما که خب اظهار همدردی یا کمک یا همه این چیزا هم شامل میشه، این هم من میتونم بگم که اپوزیسیون حتی این به طلاع شکل ناهمگونش و حتی همزمان این کل حکومت رو با توجه به مسائلی که داره در داخل منطقه میگذره اینطوری هم زیر فشار قرار بده، به دلیل اینکه درست در زمانی که به طلاع این زلزله تو افتاد این حاکمیت شیطانی ملاها در ایران چه در منطقه، حالا چه کردستان، چه عراق و سوریه، چه اون به اصطلاح نمایشنامه‌ای که با پوتین بازی می‌کردن این روزا، چه سفر آقای سرتریدی استفاش و موشکی که به عربستان سعودی دادن به نیابت از طرف جمهوری اسلامی روسیا، اینا همه رو میز بود. اینه که اگه یادتون باشه این زلزله یه جور مهمون ناخوانده بود که همه چیز رو تحت تاثیر خودش قرار داد، ولی در زیر میز داره اون چیزا همه در جریانه. کما اینکه قاسم سلیمانی جنایتکار امروز هم یه عکسی از مرز عراق و سوریه فرستاده و من حالا خلاصه بکنم این صحبت شما که میگین فقط به زلزله و مردم ایران متمرکز بشیم، بخشش حالا 50% شما من حرف شما رو میپذیرم، ولی اون 50% بقیه شما بقیه دیگهش من شما همون کسانی که تو بسیدن به انواع اقسام به اصطلاح توطئه ها و سوء استفاده های جمهوری اسلامی و اون نقشه های شیطانیشون راه قدس از کربلا میگذرد، بعد راه قدس از مکه و از یمن از مثلا از طریق فتح مکه میگذره، همه اینا رو ما باید همزمان داشته باشیم. بسیارم ممنونم، بی نهایت سپاسگزارم از محبتتون و تماستون. قربان عزیز دیگر روی خط تلفن داریم، بفرمایید. خواهش میکنم دکتر جان، درود به شما، سلام به شما. ببینید من 33 سال خارج از کشور بودم، من یادم تو صدای آمریکا صحبت کردم درباره نویسنده فرانسوی صحبت میکردم که درباره ایرانیا بد نوشته بود که چاپلوس هستن، حسود هستن، اسمش یادم نبود. شما اومدید و گفتید فلانی هست. شما بعد از 20 سال که اومدی اونجا ارتباط بیشتر از هر کس با من برقرار کردی، شما صدای من هستی، صدای ایرانیه، دکتر هستی ولی صدای ایرانی هستی که تو خیابون حرف میزنن. من تعجب میکنم از مدیریت اون تلویزیون. اگر شما فقط همین برنامه رو اجرا کنید، یعنی با مردم تلفنی صحبت کنید، اسمشو هر چی دوست داری بذاری ارتباط، من قسم میخورم بیشترین برنامه، بیشترین بیننده و بیشترین طرفدار داری. من آقای فروزنده رو خیلی دوست دارم چون به نحو خاصی برنامه اجرا میکنه، با من فرق میکنه تعداد، ولی مهمونی که ایشون دعوت میکنه دکتر سمینه است که به نظر من حتما به روانپزشک که شما گفتی احتیاج داره، اون حالتش صورتش وقتی حرف میزنه میگه ترامپ اینجوری گفت خب فلان اینا، ولی آقا حضرت آقای خامنه ای فرمودن فلان. ببینید چقدر رسپکت میکنه خامنه ای رو در حرف زدنش. این معلومه که هنوز به رو حکومت با یه دکتر جواد رو میاد دعوت میکنه که قسم میخورم اینا هر کدومشون یه به نافشون یه جوری به رژیم بستن. خب حالا من چون آقای خوبم بگذاریم، بله بگذاریم، همون بگذاریم، برنامه های دیگر هستن، برنامه سازان عزیزی هستن، همه نازنینن. من نظر خودم رو در مقام کسی که علوم اجتماعی خون درس کردم به نظر خودم درست میگم، ولی مهم مردم سرزمینمونن. به خدا کسی که الان در کشورمون هست، در استان میگم آذربایجان کرمانشاه هست، باور کنید الان براش اهمیت نداره کسی که توی تلویزیونی توی واشنگتن یا لندن یا لس آنجلس مهمونی یه برنامه یه شامش هم خورده اومده نشسته داره گپشو میزنه، کافی گرمشو خورده، چای قند پهلوشو خورده، براش مهم نیستن اینا. براش مهم امشبیه که زن و بچهش گرسنن، براش امشبی مهمه که باد و بارون داره زندگیشو میبره. میدونین چی میخوام بهتون بگم؟ دکتر جون ببین شما این خواستار تریبیونر که اون برای قضیان اینها که هر کدومشون بنده برابر ولیت هر کدومشون اینا ثبت دارن، الان به خدا قسم اونا من اختیارش، به خدا قسم آخوندان اکثر شما ببینید داره با هم جد میزنن میگن میخنده با تلفن هم این وسط دوتاییشون آخوندان یه لباس هم مزخره انداخته پشتش هلال احمد، اون فرد بیچاره هم میگه آقا
من تسلیت نمیخوام، من کمک میخوام. کمک میخوام. مردم هوشیارن، گفتن ما ارتش رو میخوایم. ما اون موضوع رو شما آقا باید برنامه‌تون نجاشه ما به عنوان بیننده از آقای زورمانی خواهش می‌کنیم. خیلی هم متشکرم. نه نه ایشون خیلی هم... ایشون خیلی هم بزرگوارن، خیلی هم ممنونم. واقعا یه تصمیم خیلی حرفه‌ای است واقعا گاهی وقتا. خیلی متشکرم، خیلی از شما ممنونم قربان. خیلی تشکر می‌کنم. شما رو دنبال می‌کنیم، ما همه دوست داریم از رادیو دنبالت کنیم. این کار درسته، شما هم کمک کنید. خیلی ممنونم، خیلی متشکرم، خیلی ممنونم. من اینو عرض کنم برای اینکه سوء تفاهم نشه، یک تصمیم خیلی حرفه‌ای و قشنگ و به دور از هر چیزی قرار شده این ساعت رو اگر ما تخلیه میکنیم به دلیل حضور آدم‌های بهتره. و باور کنید که مدیریت تلویزیون، سرمایه گذار تلویزیون، اینا همه به همه اینا فکر کردن، خیلی هم خوب فکر کردن، خیلی هم درسته. برای منم فرصت مختنمی است که تحقیقات بیشتری بکنم، زمان بیشتری برای مطالعات بیشتر داشته باشم و تمرکز روی برنامه‌های بهتر در اوقات دیگر و فضای فعالیت دیگر. بعدم یه چیزی من عرض کنم، باور کنید مهم برای مردم امشب، میدونی من دلم کجا شکست اینجا که دیدم در کانال اینستاگرام همشیره من یه عکسی گذاشته از نامه‌ای که یک آقایی کارگره در شهرستان ورامین کارگره، آمده یه پکیجی درست کرده از کمک ها که بفرسته، نوشته که هموطن خوب کردم، من متاسفانه حقوق نگرفتم، بچه هام پولی ندارم که بچه های خودم رو سیر کنم، ولی همون حداقلی که داشتم با تو نصف کردم و نصفش رو برای شما گذاشتم. دو تا کاپشن داشتم، دو تا جاکت داشتم، یکی برای شما گذاشتم، یکی برای خودم. از سفره فرزندش میزنه تا به هموطن خودش که از زلزله خانهش رو، سرپناهش رو از دست داده، همیاری و همراهی کنه. نمیشه روی این حرکت انسانی مردم ایران قیمت گذاشت. قیمت نداره این همدلی و همراهی مردم با هم. حکومت 40 سال تلاش کرده این همدلیه رو از بین ببره ها، یادتون نره. ماها رو کرده آدم هایی که تبدیل شیم به مردم مراسم به مراسم، بریم تو عزای امام حسین قیمه رو بخوریم، سینه رو واسه شون بزنیم بریم، چون اونم منفعت خودشون. اسلام و محرم، محرم و اسلام و سفر است که زنده نگه داشته. خمینی گفت، به وضوح و روشنی گفت، این محرم و سفر است که اسلام رو زنده نگه داشته. هر موقعیت دیگری بوده ماها رو نابود کردن، همدلی و همراهی مردم رو از بین بردن. اصلا میخوان ماها با هم دشمن باشیم؟ فکر میکنیم برای حکومت کاری داشت که سیستم نظام بانکی چک محور در ایران رو کنترل کنه مثل همه کشورهای دنیا؟ بابا پاکستان سیستم بانکیش چک محور نیست. پاکستان، بنگلادش که اینا میخوان جمعیت ایرانو به اون برسونن بشن بنگلادش دوم خاورمیانه، ایرانو میخوان بکنن بنگلادش، سیستم بانکیش چک محور نیست. چک و بی اعتباری های چک در نظام اقتصاد داخلی ایران رو میبینیم. چرا؟ چه پیامد اجتماعی هست؟ اینجا کلاس درس نبوده، من هرگز سعی نکردم که بیام یه مسائل درسی یا آکادمیک رو اینجا مطرح کنم که اساسا چگونه نظام چک محور سیستم اعتماد اقتصادی در جامعه رو با آسیب مواجه میکنه و فرایند چک محوری در نظام اقتصادی میتونه عدم اعتماد و توسعه بی اعتمادی در جامعه باشه و پیامدهای بی اعتمادی اجتماعی تا چند اندازه میتونه به نفع حکومتی باشه که به جای اتکا به مشارکت مردمی سعی در سرکوب اجتماعی داره. بابا اینا همه درسای کلاسیکه، درسایی که شما تو جامعه شناسی قبل هابرماس میخونین. خیلی خیلی مختصره. حالا الان که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم و این تلفن ها پرن، یه واقعی مثل زلزله مردم ایران رو با هم همدل کرده. به خدا حکومت از این همدلی میترسه. فکر میکنین چرا خربار خربار آخوند با هلیکوپتر فرستادن؟
فقط برای اینکه این همدلی رو تخریب کنند. چرا رسانه هاشون شروع میکنن بر علیه هم حرف زدن؟ چرا اینا میگن مسکن مهر دولت قبلی؟ اونا شروع میکنن به دولت فعلی. آقا دبیر جشنواره فجر، آخه مردک تو چه کاره ای در مورد مسکن مهر نظر بدی؟ گفته نه، شما به عکسای فرو ریختن مسکن مهر نگاه کنید، اینا دیوارا ریخته ولی ستونا سالمه. اگه تو سینماگری غلط میکنی تو امور مهندسی نظر میدی. دبیر جشنواره فجر دولت آقای روحانی آمده در مورد مسکن مهر به دفاع از احمدی نژاد. اصلا نمیدونم، زبانم قاصره، برمیگردم به خطوط تلفنی. من معذرت میخوام همه عزیزانی که روی خطوط معطلن. سلام، وقت شما بخیر. خیلی وقت پای خطید، معذرت میخوام. بله بفرمایید. سرکار خانم بفرمید، خواهش میکنم با من صحبت میکنید. آقای زمانی جانم، آقای زمانی جان، برو خدا، برو خدا اگه شما از اینجا برید ممنونم خانم عزیز، ممنونم، خیلی متشکرم از لطفتون. به خدا من عاشق گفته های آقای زمانی هستم. من بهترین تلویزیون برنامه های آقای زمانی میدونم. خانم خوب، من فقط این ساعت رو ترک میکنم. خیلی از لطفتون ممنونم، خیلی متشکرم، خیلی ممنونم. خواهش میکنم من صحبت نکنید، از مردم هموطنمون صحبت کنیم. مهربانان من، بابا هموطنهای ما الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم، اونا میخوان صدای ما رو بشنون. تو کرمانشاه تلویزیون دولتی ایران اومده تصاویر کرمانشاه نشون داده، میگه زندگی به روال معمولی در شهرهای حادثه دیده ادامه دارد. با همین لحن گوینده یه شبکه خبر با اینقدر ریش و صد برابر اون ریش رو و پررویی که زل بزنه تو این دوربین و بگه که زندگی به روال معمول در شهرهای حادثه. کدوم روال معمول؟ یا به نظر حکومت جمهوری اسلامی زندگی کردن تو خرابه ها روال معمول باید برای مردم ایران باشه؟ همون روز اول وقتی برنامه این لایو مربوط به زلزله رو به اتفاق همکارانم اداره می کردم و از مرکز تحریری خبر حوادث غیر مترقبه داشتیم برای شما گزارش می کردیم حادثه رو، بهتون گفتم، گفتم مردم تو شبکه های اجتماعی در آورده بودن که روز اربعین 800 دستگاه اتوبوس تو همین استان کرمانشاه در مسیر زائران کربلا قرار گرفته بود. کمتر از یه هفته بعد گفتن که کلهم اجمعین موجودی آمبولانس موجود قابل استفاده 10 دستگاه است. من سوالم اینه 790 دستگاه دیگرش کوش؟ آقای کاردان گفتن آقا تو مملکتی که دکل نفت، دکل حفاری نفت گم میشه، میخواین 4 تا دستگاه آمبولانس گم نشه؟ چه بسا که اصلا اولش هم دروغ گفتن. برمیگردیم به خطوط تلفن. بفرمایید روی خط تلفن هستید، در خدمتتونم. الو، بفرمایید روی خط تلفن هستید، در خدمتتون هستم. سلام عرض میکنم آقای زمانی. بفرمایید خانم عزیزم. خانم عزیز، من میخواستم با آقای زمانی بگم که مهدی زمانی هستم، با خودم صحبت میکنی بزرگوار؟ با شما؟ بله. من میخواستم از طریق تلویزیون که مردم بشنون. همین اتفاق داره میفته، بفرمایید. آها خیلی. خانم عزیز، من و ملت ایران که طرف داره تغییران و بیچاره هستن، ما همه عزاداریم عزیزم. آخه برای چی برای کریسمس جشن و سرور بگیرم و 20 تا خواننده دعوت کنیم؟ جناب آقای زمانی، تو رو خدا از طریق این تلویزیون اعلام کنین آخه چجوری دلشون میاد برن توی این هتل بریزن و برخصن و عرق شراب بخورن؟ آخه چرا؟ بسیار ممنونم، تشکر از لطفتون و از نظری که داشتید. اگرچه من فرهنگ مرگ پنداری و مرگ پروری رو شایسته نمیدونم. درسته ما عزا داریم، ولی معنای عزا در حیاته که مفهوم پیدا میکنه. وقتی ما به گذشتمون فائق میایم، وقتی ما به زشت کرداری ها فائق میایم که به مرگ فائق بیایم. یعنی چی به مرگ فائق بیایم؟ یعنی اینکه بتونیم مسیر رو به سمت جلو پیش ببریم. یعنی این که به امید
به امید و نه به توهم. توهم اینه که بری به حسن روحانی رای بدی به امید بهبود، ولی امید اینه که بلند شیم، همت کنیم، سرزمینمون رو بسازیم و از حکومت غاصب خودمون پسش بگیریم. این میشه امید، این میشه اراده و اجرا. به خطوط تلفن برمیگردم. درود به شما، بفرمایید. درود بر شما. من میتونم با آقای دکتر زمانی صحبت کنم؟ مهدی آقا زمانی هستم. صدای تلویزیونتون اگه ممکنه کم کنید ممنون میشم که با من صحبت کنید. من کم کردم بازم. خیلی متشکرم، بفرمایید. درود بر شما جناب آقای زمانی. متشکرم، بفرمایید، خواهش میکنم. درود بر شما جناب کدبان زمانی گرامی. متشکرم، بسیار عالی، بفرمایید، خواهش میکنم. من میخواستم فقط قربان بگم که با اگر میخوام کمکی نقدی کوچک یا این که پوشاک چیزی که مورد با کدام سازمان، آیا به صلیب سرخ جهانی ایرانیان سیکشن یا این که بنیاد نوروز، من نمیدونم کدام باید آدم و اعتماد کرد. من منظورم اینه که به دست من به دلیل این خانه... که نمیخوام از طریق این، خیلی متشکرم از محبتتون و از تماستون و از سوال به جاتون، به دلیل این که من نمیخوام از طریق این ایستگاه تلویزیونی تبلیغ هیچ گروهی رو بکنم که خدای نکرده گروه های دیگر که اونها هم معتبر هستند و واقعا دارن تلاش میکنند ناراحت بشن، به عزیزانی که حداقل در ایالات متحده آمریکا هستن تقاضا میکنم با تلفن 08 ایرانیان در سراسر ایالات متحده آمریکا تماس بگیرند و لیست گروه هایی که دارای مجوز وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا هستند. میدونید که درست 24 ساعت بعد از حادثه زلزله در ایران وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا اطلاعیه بلند بالایی رو صادر کرد و نحوه ها و راه های کمک ایرانیان یا غیر ایرانیانی که شهروند ایالات متحده آمریکا هستند، حالا چه ما ایرانی آمریکایی ها چه خود آمریکایی ها که میخوان کمک کنند، رو به اطلاع عموم رسوند از گروه ها و مجوز هایی که در این زمینه وجود داره، از سقف کمک برای هر گروه که در حد اکثر 500,000 دلار بدون نیاز به مجوز های ثانویه و تا سقف 2,000,000 دلار با مجوز های ثانویه از وزارت بازرگانی هست رو لحاظ کرد. به هر حال بزرگواری کنید با مرکز اطلاعات 08 ایرانیان تماس بگیرید. قطعاً دیستی از این گروه ها تلفن های تماسشون، راه های ارتباطیشون در اختیارتون قرار میدن که بتونید این کار رو انجام بدید. برخی چهره های سرشناس، برخی هنرمندان هم پیشگام چنین کمک ها و رفتارهای خیرانه‌ای شدن. من چون اینوالو هیچ کدوم از اینها، دستن در کار هیچ کدوم از این گروه ها نیستم، به همین دلیل نامی از گروهی میارم و دلیلش هم این نیست که گروهی رو نخوام تایید کنم، دلیلش اینه که با تایید گروهی گروه های قابل تایید دیگری رو نادیده نگیریم. بزرگوار دیگری رو روی خط تلفن داریم، بفرمایید، در خدمتتون هستم. دکتر جان سلام عرض شد. من خواستم به این خانم عزیز، به این مادر عزیز بگم که ببینید خانم، اگه شما مسلمونید، ما حق اقلیت هستیم، 100 میلیون، 1 میلیارد مسلمونه تو دنیا. اون چیزی که خود خدا قرآن گفته، گفته آقا اینا رو همه رو من به وجود آوردم، یعنی آدم ها رو وقتی هم مردن میان پلوی من، حالا درست یا غلط. شما این فرهنگ آخوندی رو تشویق نکنید. آقا مردم میرن تو هتل میرقصن، مشروب میخورن، مردم هم میخواد خفه کنید، همون کاری که جمهوری اسلامی میکنه. کمک کنید اگه میتونید. این چه فایده میشه گریه کنید تو سر خوب؟ با همین فرهنگ ما رو بدبخت کرده 1400 ساله. همین فرهنگ دوباره بعد از اون شاه اسماعیل صفوی اومد 400 سال پیش دوباره بدبخت سرمون کرد، شیعه‌مون کرد، هممون سنی بودیم به زور شیعه، دوباره همین فرهنگی که 40 سال پیش اومد ما رو به این روز سیاه نشون. کاملا جون خواهش میکنم ازتون با دکتر، با آقای درمانی صحبت کنید. نرید عزیز جان، دوست دارم صورتتو ببینم هر روز. امیدوارم در برنامه های افق نوع دیگری، سبک دیگری. منو میزنی، حتی هممونو میزنی. خیلی ممنون. میگن حالا. خیلی ممنونم عزیزم، خیلی متشکرم. و همین اندازه که دوستانی زنگ میزنن من تعریف میکنن، 100 برابرش زنگ میزنن من بدشون میاد. من اصلا آدم محبوبی هم کلا نیستم، خیلی سخت نگیرین. مهربان دیگری روی خط هستید، بفرمایید، خواهش میکنم. الو آقای زمانی جانم. درود بر شما، خسته نباشید. ممنونم. یه پیغامی داشتم به مردم
بلا دیده زلزله زده ایران. بفهم. من شریک غمتون هستم، در فکرتون هستم، هر کاری که از دستم می اومد اینجا انجام دادم، رفتم به دنبال کمک های مالی از مردم کانادا. خیلی خوشحالم که هدیه های کوچکی تونستم از اونها بگیرم، حدود 1250 دلار، و در اولین فرصت یه پروژه رو فرستادم رفته، یه پروژه یه وانتی دیگه هم دو مرتبه خواهم فرستاد. واقعا که متاسفم. و یک مسئله دیگه هم که میخواستم به این آخوندا بگم، سعی نکنن که مردم را از مردم جدا بکنن. این مردم این لباس تن یک انسان به هم چسبیدن، شما نمیتونید اینها را از هم جدا بکنید. هر کاری بکنید نمیتونید. یک ویدئویی دیدم که آخوندا رفتن اونجا با وانت بارا تک به تک، وسایلی که مردم بردن اونجا اینا ورشن بردن دارن پخش میکنن تو مردم، پولشا و وسایلشا مردم دادن، کردیتشا اینا میخوان بگیرن برای خودشون. شرم بر شما. بسیار ممنونم بزرگوار، خیلی متشکرم. اگرچه فایده نداره، هر کاری بکنن تشت رسوایشون از بام فرو افتاده. آخوندها هیچ راهی برای بازگشت به قلب مردم ندارن. اگه 1001 آتاتورک می اومد گردن اینها را از سر برمی داشت، اینجوری اینها از چشم مردم نمی افتادن که خودشون به دست خودشون تو این 40 ساله خودشون رو منفور عالم آدم کردن. امشب نمیدونم چه شد، من یاده هی اون چه که به هر حال تحصیلات آکادمیکم بوده میفتم، یا هی یه چیزایی از دوره دانشگاه یادم میاد و یه تحقیقاتی که انجام دادم. یک زمانی در دوره فوق لیسانس طرحی رو در دست بررسی داشتم که این که تا چند اندازه میزان محبوبیت چهره های مطرح در فرهنگ ایرانی و اجتماعی ما به مظلومیت اونها در دوره حیاتشون یا خصوصا نحوی مرگشون ارتباط داره. و دقت کردم، دیدم که هر چقدر فردی در داخل فرهنگ ایرانی، مال امروز هم نیست، از بد و پیدایش تمدنی به نام تمدن ایرانی تا به امروز، هر وقت فردی، رهبری، چهره‌ای، مقامی، مسئولی، هنرمندی در منظر مظلومیت قرار گرفته، برای مردم محبوب شده. دقت کنید چرا در فرهنگ شیعه که در ایران شکل داره، من بارها گفتم دکتر اکبر داریوش اکبرزاده یکی از چهره های شناخته شده تاریخ معاصر، تاریخ شناسی ایرانی در عصر معاصر، بارها اینو اعلام کرد که آقا پیدایش شیعه زمینه های خاستگاهی در فکر ایرانی داره که خواسته سر تمکین در مقابل حکومت اعراب فرو نیاره، ولی در لباس عربی قرار بگیره، نوعی تلمس با تغییرات محتوایی. چگونه حسین ابن علی مظلوم تاریخ جلوه داده میشه به درست یا اصلا من کاری به قصه ندارم، من به روایتی که وجود داره نگاه میکنم. الان خاتمی بین مردم داخل کشور محبوبیتی داره، میگه تکرار میکنم برید رای بدید، یه گروهی مثلا 10 میلیون نفر میرن رای میدن. چرا؟ چون به عنوان مظلوم قرار گرفته. میر حسین موسوی رو بردن در حصر خانگی گذاشتن، گفتن مظلوم بدبخت. آقا یک دفعه یک گروه بزرگ مردم چشمشون رو همه سیاهکاری‌های دهه 60 می‌بندن، میان مظلومه دیگه، بیچاره رو اینو گرفتن کردن تو زندان. مظلوم نمایی بخشی از پروسه محبوب سازی برای کاربردهای خاصه. من خودم رو اینجا به موشمردگی بزنم، ادا آدم مظلوم‌ها رو درارم، یه همشم آدم محبوب. این کارکرد روشن مظلوم نمایی توی حوزه رفتارهای اجتماعی است. به همین دلیل میخوام بهتون بگم که در نظر بگیریم کجای تاریخ چه کسانی رو با چه ژستی به ما غالب میکنه.
چگونه میکوشن این کار رو انجام. نه احمدی نژاد دیدید رفته بس نشسته با اون آقای بقایی و مشایی و نمیدونم دار و دسته. آقا اینا کم جنایت نکردن، کم کثافت کاری نکردن، به چشممون دیدیم. اما چرا محمود احمدی نژاد محبوب نمیشود؟ هیچ وقت به این فکر کردین؟ چون مظنون نیست، چون پرروه. و این پررویی رو فرهنگ ایرانی پس میزنه. ممکنه موفق ترین آدم بشود به دلیل روداری، اما فرهنگ ایرانی رو پس میزنه. فرهنگ ایرانی همینواره مظلوم رو محبوب میکنه. نمیدونم چی شد این بحث رو مطرح کردم. بگردم به خطها، عذرخواهی میکنم همه عزیزانی که روی خطها معطلن. گرامی بزرگوار همراه شما هستم، بفرمایید. الو، سلام. سلام قربان. جناب زمانی شبتون بخیر. امیدوارم که همیشه پایدار باشید. خدمتتون عرض کنم که چطور میشه که روز کوروش چندین هلیکوپتر میرن که مردم رو سرکوب کنن، ولی اینا این رژیم بی‌صفت نمیتونه که بره کرمانشاه و هر بیماری که مریض سوار یه دونه هلیکوپتر کنن بیارن تهران و اونا رو به قول یارو گفتنی نجاتشون بدن. دوباره من که خدمت رو عرض کنم، این عزیزانی که دارن میرن لاس وگاس و اینقدر دارن هزینه میکنن، اینا چطور میشه که به این مردم بیگناهی که تو این هوای صفر توی کرمانشاه کمک نمیکنن و این جنایتکارهایی که حتی خود رئیس جمهوری هم که رفته اونجا میگه من نمیدونم پاستار فرستادم، فلان کردم، بسمان کردم و سگایی که میخوام برن اونجا نجسن. یعنی چی که سگا نجسن؟ سگایی که میتونن بو کنن و اون افراد رو از زیر خاک در میارن. خدای من شاهد، تن آدم میلرزه موقعی که امیدوارم که این بلایی که سر این مردم اومده، سر اونهایی که دارن میرن لاس وگاس و نمیدونم جای دیگه بیاد و متوجه بشن که مردم بیگناه، بچه های بیگناهی که الان به نون و چیزشون شب روزشون محتاجن، اینا رو کمک کنن و هیچ کسی نیستش که از رژیم بیاد به اینا کمک کنه. سربازا رو فرستادن اونجا بدون اسلحه، بدون هیچی، بدون یه دونه کلا نمیدونم فلان، همشون هم واسدن تماشا میکنن و اینا واقعا خودشون وجدان ندارن. اگه این بلا سر آقای خامنه ای می اومد یا امثال اینا می اومد، آیا این کارو می کردن؟ ولی روز کوروش، روز بزرگ، اومدن با هلیکوپتراشون چه بلایی سر مردم آوردن و نذاشتن برن روز کوروش رو انجام بدن. بسیار متشکرم از شما و از نظرات بسیار ارزشمندتون، خیلی سپاسگزارم. چه مقایسه درستی کردید بین اینکه وقتی بخوان کاری بکنن و نخوان. بزرگوار دیگری رو روی خط تلفن داریم، همراه ما هستید در این برنامه زنده. الو جان بفرمایید. خواهش میکنم. سلام عرض کردم جناب دکتر، شب از تالی بخیر، خسته نباشید. متشکرم. هر رقم درود بفرستم، وجدانم این اجازه رو بهم نمیده بگم برای شما زیاده. کمترین عددی میتونه باشه در حق شما با این صحبتهایی که میکنی به من انسانو آگاه میسازید در مرحله اول. در مرحله دوم، من در خود آمریکا دارم زندگی میکنم الان، هر همین ساعت اگه برم پایین با پوشده قشنگ گرم میگه برم پایین برگردم بالا، به قول یارو سینه پهلو میکنم. آیا وجدانن من انسان نباید به فکر فقط یک چیز، دین رو بگذاریم کنار، همه چیز ما میگذاریم کنار، ما از دیدگاه آفریدگار هممون انسانی. درست. آیا این حرف من درسته یا خیر؟ کاملا درسته قربان. چرا؟ چرا ما همش باید به فرض بفرمایید عذر میخوام به شما توهین کنیم یا بگیم این یکی بده اون یکی خوبه؟
ما که چیزی از دل کسی خبر نداریم، نمیدونیم که شما نمیدونین من آیا الان کمک کردم یا نه، یا رفتم یه جایی مستم یا هر چیزی هستم. من باید خودم وجدانی داشته باشم که آگاه باشه. این آخوندهی که شما میدینید و دیگران میدینن مثل بچه های کلاس اول درستان هستن که هرچی براشون مینویسی مار نمیتونن بفهمن، سوادشون ندارن، شکلشون میبینن. این آخونده کدومی کهشون سواد دارن که اینها یکی از اینا بیان بگن ما سواد داریم؟ این از این. بعد از این بنده یه انسانم که به هیچ عنوان به هیچ عنوان جیگر پخته گوسمندو نمیخورم. تنها کسی هستم که جیگر خامو میخورم و امید من بر اینه روزی برسه، چون اینا از منم انسان گرفتن، اون وادهای منم گرفتن، منو در بدرم کردن، من امیدم بر این خدا توفیقی به من بده من زنده بمونم ببینم اینا رو، چون دو تا خیلی من بهشون اسمشون گذاشتم. خیلی ممنونم، خیلی ممنونم قربان. اینا رو بکشم جیگراشون رو در بیارم لذت دارم. خیلی ممنونم قربان، خیلی متشکرم از شما، براتون آرزو موفقیت میکنم. همین الان که من و شما همین لحظه که من و شما در حال صحبتیم، این تلفن بعد البته شما نمیبینین چون سایه میفته، اینجوری باید بگیرم یه حال شیعهشو ببینید. در کرمانشاه دمای هوا منهای 2 درجه است. چند ساعت پیش به گواه این دستگاه تلفنی که دست منه، که تازه قطعا این دستگاه تلفنی پیشبینی تقریبی میگن همیشه هوای یه ذره سردتره یه ذره گرمتره، منهای 6 درجه رو دیشب کرمانشاه پشت سر گذاشته. هزاران خانواده ایرانی در استان کرمانشاه، در استان کردستان، در استان ایلام، هزاران خانواده ایرانی بی سرپناه بودن. سرپل ذهاب چقدر کشته داد یارو نمیدونه، تنش از ترس زلزله میلرزه یا از سرمای هوا. وقت پلیس بی شرم بی حیای ایرانی به اعتبار 4 درجه پفکی که روی شونش نشوندن، که بله قربان 4 از خودش بالاتر رو گفته، ستاره گرفته، مردم رو وقت توزیع کمک کتک میزنه. مردک تو که هستی که یه همچین خطایی میکنی؟ آدمی که دیشب در دمای 6 درجه زیر صفر بدون لباس، بدون پتو، در عزای خواهر و مادر و برادر و دوست و همسر و همشهری و هموطن خودش تا صبح لرزیده، تا صبح لرزیده، آب برا خوردن نداشته، نون برا خوردن نداشته، کمک دولتی مردمی هرچی هست رسیده، تو رو کتک میزنی؟ میدونین چی میخوام بهتون بگم؟ ببینین قدرت با آدم چه کار میکنه. ببینین چجوری یه یاروی درجه دار 2 ستاره روشونش گذاشتن خودشو خدا قلم داد میکنه. وای به حال اون حرام لقمه هایی که سر سفره که نور ناسالم توش بوده، نون تملق و چاپلوسی و زیاده خواهی و زیاده گویی توش بوده، نون دزدی و مال مردم خوری توش بوده، آقازاده اینجا و اونجا شدن و حالا شدن سفیر و وکیل و وزیر و معاون وزیر و انکاره و اونکاره و فرماندار و استاندار و شهردار. چجوری خون مردمی مملکت رو تو شیشه میکنن که فقط خودشون رو و خودشون رو و خودشون رو در مقام قدرت نگه دارن. اون وقت گروه اینجا زیب به دهنشون رو میکشن، افتخار میکنن که انقلاب کرد. اوف اوف. برگردم به خود تلفن. بفرمایید عزیز گرامی، در خدمتتون هستم. جز آخرین تلفن هایی که ما جواب میدیم. خودمانی سلام، خسته نباشید. متشکرم. میخواستم شما حتما یاد ندارین که سال 1347 که جنوب خراسان زلزله شد، طبس، در فردوس، طبس، کاخ، چرمه، اینا همه چون ساختمون هم خیلی خراب بود، ساختمون های درست نبود،
خراب شد ولی تلفات خیلی کمتر است، شاید یک بیستومی یک سیوم اینج الان بود. اون موقع اعلیحضرت با ملکه فرح تشریف آوردن جنوب خراسان و با مردم همدردی کردن، به مردم رسیدن، از زلزله زده ها، از زخمی ها، از همه اینا دیدن کردن و با محبت دستور دادن اون موقع استاندار خراسان بیاد از اونجا دیدن کنه و کمک های لازم رو بکنه. همه کار کرد. الان ببینیم که آقای خامنه ای و ملکشون تشریف میبرن ببینن کرموشا چه خبری یا نه. بی نهایت سپاسگزارم سرکار خانم، خیلی متشکرم که یادی از شهبانو فرح پهلوی هم فرمودید. اونجا بودم و شاهد همه چیز بودم. خیلی ازتون ممنونم، خیلی از تماس بزرگوارانتون ممنونم و از اینکه یادی از تاریخ پرشکوه گذشته کشورمون کردین. این رو هم عرض کنم که بی هیچ تردیدی این شرایط در کشور ما زمینه همراهی و همدلی رو ایجاد میکنه. ببینین گوش حکومت از من و شما تیزتره ها، اونا در قدرتن. ما واسه اپاین کشیدن قدرت چهار نفر اگر تلاش کنیم، اونا واسه موندنشون تلاش میکنن. ما اگه دلمون برای وطن بسوزه، اونا دلشون برای خودشون میسوزه. یعنی خودشون مهمتر از وطنن برای خودشون. و چهار دستی هم چسبیدن. همزمان با یه موج تازه‌ای که مدتی است در همدلی و همراهی مردم شکل پیدا کرده، گوشه و کنار مملکت صدای اعتراض بلند شده. در طول سال گذشته میلادی، یعنی سال 2017 که در آخرش هستیم، 11,000 اعتصاب و اعتراض و تجمع اعتراضی در سر تا سر ایران ایجاد شده. 365 روز سال تقسیم کنید به 11,000 ببینید روز چند تا میشه. در گوشه و کنار ایران ببینید شرایط امروز ایران دقیقاً شرایط سال 2011 در سوریه است، زمانی که مردم اعتراضای مدنی متعدد و مختلف داشتن. مال باخته، کسی که استاد عرفانش در زندان با حکم اعدام روبروه، خانواده هایی که دارایشون رو بردن، کارگرانی که بیحقوق موندن، معلمایی که بیحقوق موندن، طرفداران کمک به حیوانات، تجمع مال باختگان مؤسسات مالی، خیلی هست. اصلا از قواره ذهن منم خارجه که خیلی هاشون رو به یاد بیارم. مختصر میخوام این نکته رو عرض کنم، خوب دقت کنیم به این قضیه. یک هو احمدی نژاد میشه منتقد سرسخت حکومت، میشه نقش اپوزیسیون، حرفایی رو به زبون میاره که از نصفی از گوینده های رادیو تلویزیون های خارج از کشور هم نمیشنوید. محال حرفایی که احمدی نژاد زد و شما از دهن گوینده های مثلا بی بی سی بشنوید. به این صراحت نقد کنه، بگه آقا اصلا خانواده لاریجانی ایرانی نیستن. به خدا نمیشنوین. چرا یهو احمدی نژاد میشه منتقد حکومت، میشه مخالف حکومت؟ به همون سبکی که یکو بعد از انقلاب رسانه‌ای در دهه 1370 خورشیدی محمد خاتمی خیلی واضحه حرفایی که دارم میزنم، انقدر روشنه و انقدر واضح میشه در آینه رفتارهای سیاسی حکومت دید که چه میکنن. تو جای هیچ پرده پوشی میکنن. پس از احمدی نژاد هم میگیرن، ازش که قهرمان ساخته میشه، یه گروهی از مال باختگان، از مظلومین، از طبقه فقیر جامعه یهو از این یه قهرمان براش میسازن با هزار و یک داستان برای به سخره گرفتن. دو میلیون نسل این بدبخت است. تو صدا و سیما میکنید، فرض بکنم زن و بچه هم فرض بکنم تو زلزله فوت شدم. بیشتر از اونه؟ نگاهی آقا چه گریه ای میکنه؟ نگاه از این بگید، از این آقا بگید، از این بدبخت بگید. دو میلیون نسل این بدبخت است. تو صدا و سیما میگید 300 نفر مردن، ولی بیشتر از 3000 نفر فوت شدن.
کجا این بی شرفا؟ کجا این؟ کجا این که خودتون ها مثل زم قایم کردین؟ برین خودکشی بکنین، برین خودتون رو بکشین، اسم خودتون رو نذارین رئیس. بیا تا پیره مرد و پیره زنه بی فرض بکنم، زن و بچه هم فرض بکنم، تو زلزله فوت شدم. بیشتر از اونه نگاه ای آقا چی گریه اینو کنه؟ نگاه از این بگید، از این آقا بگید، از این بدبخت بگید، 2 میلیون مثل این بدبخت هست. تو صدا و سیما میگید 300 نفر مرد. واضحه دیگه، نه؟ همه چیز رو میبینیم، میشنویم، میدونیم، متوجهیم. یه تلفن دیگه جواب بدیم، آخرین تلفنی که امشب جواب میدیم در این برنامه. بفرمایید، خواهش میکنم. سلام عرض کردم خدمت. سلام و عرض احترام دارم خدمت شما. من میخوام ببینم الان بهترین موقع است که مردم بلند شن یه کاری انجام بدن. آقا این ببخشید نمیخوام حرف زشتی بزنم، آقا این از خدا بی خبره که اینقدر مال مردم رو میخورن و این همه بچه های مردم که دو تا از جوان ها مال خود ما بوده اینا کشتن. آقا چرا مردم همه بهترین موقع است بلند شد پدر اینا رو در از اصاب ما که در خارجی خود شده من همه یکی از دوستان داره از همه جا یه پولی جمع میکنیم که برای اینا بدازه، اما اینا که کاری نمیتونه بکنه، حالا یه 100 تا 200 تا 300 تا بعدو هم بخرن. از شما خواهش میکنم، شما میتونی صداتون رو به ایران بفرستید، از مردم بخواید یک تکونی بخورن. بی نهایت سپاسگزارم، بسیار ممنونم. من خیلی مختصر عرض کنم که مردم ایران مدت هاست از خواب برخاستند، مردم ایران مدت هاست لب به اعتراض، لب به این که میخواهند این حکومت رو تغییر بدن باز کردند. اگر بگذارند، اگر دشخیم خانگی و خارجی بگذارد، اگر روانپریش هایی که آنتن های تلویزیونی رو اشغال می کنند بگذارند، اگر تندخوهایی که مردم رو تبدیل می کنند به کسانی که می خواهند به جان هم تشنه باشند بگذارند. ته برنامه امشبمون بشه همون شعری از فریدون فرخزاد که به اتفاق شنیدیم، چون هرچه من بگم صفای گفته فریدون فرخزاد رو نداره. انقدر این انتخاب توسط دوست بزرگوارم آقای بهروز مشکینیار زیبا بود و من رو تحت تاثیر قرار داد که احساس میکنم هیچ حرفی برازنده تر از حرف زیبای فریدون فرخزاد نیست که با هم بشنویم. خداحافظی من و شما در این ساعت از برنامه های شامگاهی تلویزیون اندیشه تا فرصتی دیگر، اگر عمری بود و افتخاری بود، با این گفته زیبای فریدون فرخزاد. براتون یک شعر میخونم از خودم، از شعر بار قبل. خیلی استقبال کردید، خیلی متشکرم ازتون. من والا شاعر هستم نیستم، برجد شعر میگم میخونم، مثل که آواز میخونم، فرق نمیکنه. زمان آینده است که ثابت میکنه کی قابل موندنه، ارزش داره و کی نمیمونه. باد بود آمد و رفت. اسم این شعر هست حرف من. مشکل نبود اول در عشق جان سپردن، چون عشق رفت از دست رفت آرزوی مردن. گفتم که زندگی چیست، گفتا یکی اشاره. گفتم که نیک باشد در ساعتش فسردن. ساعت روز و هفته چون ماه و سال گردند، سرگشته می تواند هر لحظه را شمردن. اینک که می فریبیم خود را میان بازی، بازیچه زمانیم در دام دانه خوردن. پرگار عشق بستیم تا در خمش بجوییم چیزی برای ماندن، دردی برای بردن. با آسمان بگویید مرغ بلند پرواز، میل غنودنش نیست در آشیانه من. پرواز او بلند است اما زمان درسی است، کس تیر شاهوارش چشمی نبوده ای من. ما را ببین و بگذر، ما باد باد پاییم، جان بر تو می سپاریم بر حسرت زمین. تن
چون عشق رفت از دست میل کتابت آمد، اما دگر مرا نیست حرفی برای گفتن.